در این قسمت هم مهمان ارجمندی را با خود ما داریم، آقای جلال الدین بلخی، روانشناس و استاد دانشگاه، و در رابطه به اینکه چقدر والدین میتونن نقش مهمی در امر ازدواج فرزندانشان داشته باشه و چقدر میتونن والدین مشاور دهنده خوبی برای فرزندانشان باشه صحبت میکنیم و همچنان از شما دعوت میکنیم که این بخش ما را همچنان بیننده باشین. جناب استاد سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خالق هستی و گانا، درود به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهدای راه حق آزادی. سلام و صبح شما بخیر، صبح بینندگان عزیز تلویزیون راه فردا بخیر. امیدوارم که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید. بله، تشکر، سلامت باشین. ما هم تمنا داریم که شما هم تا این دم صبح را با خوبی سپری کرده باشین و انشاءالله لحظات خوبی در انتظار همه ما شما باشه. ممنون میشم. استاد گرامی، موضوعی که انتخاب کردیم، پدر و مادر چقدر میتونن مشاور دهنده خوبی در امر ازدواج باشه برای فرزندان، انشاءالله چی دختر باشه و فرزند چی پسر باشه. در نخست اگر روی خود مسئله ازدواج و اهمیت صحبت داشته باشیم از نظر شما، و بعد میپردازیم روی از اینکه کیها باید مشوره بدن. در ابتدا میخوایم تعریف مشخص از ازدواج داشته باشم. ازدواج یعنی عقد قرارداد اجتماعی که دو جنس مخالف به خاطر ادامه زندگی و تشکیل خانواده با همدیگر یک جا میسازن. این که خانواده چی نقش دارن و کدام افراد میتونن نظریه دهنده خوب یا مشاور خوب بر افراد باشه، بدون شک اولین کسی که میتونه نقش مثبت را بازی بکنه پدر و مادر هستن، چون پدر و مادر خوی و عادت های هر دو جانبه اینا به صورت خوبتر آگاهی دارن، چون تحت تربیت از اینها بزرگ شده است. اما بحث اساسی اینجا است که آیا خانواده به صورت واقعی مشوره میدهن، آیا واقعا خانواده میتونن جانبه اینا به صورت واضح درک بکنن و امان نیازهای عاطفی و نیازهای اجتماعی خانواده جانبه اینا مد نظر بگیرن. بدون شک پدر و مادر در تمام عرصه های زندگی، در بخش های مختلف زندگی، در ابعاد مختلف زندگی و در قسمت های مختلف زندگی مشاور نیکی برای فرزندانشان می باشند، چون خانواده همیشه خصوصا پدر و مادر در اصل خوشی و آبادی زندگی فرزندان خود می خواهند. ولی بحث اساسی در اینجا است جناب حسینی صاحب که متاسفانه بنابر عوامل فرهنگی که در کشور عزیز ما حاکم هستند، در بعضی اوقات خانواده ها تصمیم گیری هایی می کنند که به نفع هیچ جانبین نمی باشند و زمانی که ازدواج میکنن اینها و یک مدت سپری میشن، منجر به این میشن که از همدیگر جدا شوند. ولی قبل از اینکه اینها رسما جدا شوند، بین اینها میان اینها طلاق عاطفی صورت گرفته است. طلاق عاطفی به این معنا که افراد با همدیگر ظاهرا یک جا می باشند، ولی بنابر عدم مرفوع ساختن نیازهای همدیگر از همدیگر فاصله می داشته باشند، که منجر به این می شود که شیرازه زندگی اینها از هم بپاشند و ازدواج ناموفق را متاسفانه تجربه بکنند. بله دقیقا جناب استاد. حالا در شکلگیری ازدواج موفق و پایدار چه کسانی می تواند رول عمده را داشته باشند؟ ببینین، به خاطر داشتن زندگی خود فرد باید تصمیم گیری بکنن، چون شریعت اسلام برای فرد اجازه میتهن که جانب مقابل همدیگر به صورت واضح شناخت داشته باشن، چون این تفاوت هایی که میان دو طرف هستن به صورت واضح باید درک شون و این تفاوت ها در جریان زندگی مد نظر گرفته شود. زمانی که اگر تفاوت ها در جریان زندگی مد نظر گرفته نشه، به خواست ها و علایق همدیگر احترام گذاشته نشه، بدون شک زندگی نابفرجام را ما تجربه میکنیم. ولی بحث اساسی اینجا است که دو فرد میخواهند با همدیگر ازدواج بکنند، در حالی که شریعت اسلام برشان حق میتن که شناخت از همدیگر داشته باشند، چون ما میگیم که وقتی که رکن اساس نکاح اسلامی را اجاب و قبول تشکیل میتن، ولی در بعض اوقات ما میبینیم که اصلا جانبین از خبر ندارن. وقتی که به خانه میان یا بیرون میباشن، یا یک بارگی برشان میگن ما شما را با فلانه شخص نامزاد ساختیم، ولی شناخت واقعی که از دیدگاه علایق باشن از همدیگر نداشته باشن، بدون شک شیرازه زندگی به صورت واضح پیش نمیرن. حتی این نکاح ها به صورت هستن که خلاف شریعت اسلام میباشن، چون خود اسلام میگن به صورت واضح به اساس آیات و احادیث مختلف میگن که رکن اساسی ازدواج اجاب و قبول است. زمانی که فرد از هم دیگر آگاهی نداشته باشن، علایقشان مد نظر گرفته نشن، تفاوت ها مد نظر گرفته نشن، به هم دیگر احترام نمی داشته باشن، بنیاد زندگی مشترک احترام جانبین تشکیل میدن. زمان ما احترام جانبین
و بین برقرار کردن میتونیم که تفاوت ها و علایق واضح و آشکار باشند. چون ما ازدواج امر میگیم که زندگی مشترک به این معنا است که 50% دختر خانم و 50% می پسر یا آقا میان زندگی را مشترک میسازن و 100% زندگی مشترک را تشکیل میدن. چون 50% از یک جانب است و 50% از جانب دیگر، اما 50% زندگی دیگر که مجموعه از خواص و علایق و تفاوت ها که میان افراد هستند او کنار گذاشته میشن و باید به صورت از اینکه ما بتونیم یک زندگی خوب و پر لذت را تجربه بکنیم و از هر ثانیه زندگی خود لذت ببریم و 50% زندگی که متفاوت از آن دیگر است که مجموعه خواص و علایق است احترام گذاشته شود. زمانی که این احترامات میان زوجین برقرار نشه بدون شک زندگی ناکام را ما تجربه میکنیم. دقیقاً. جناب استاد، مشورت چقدر میتونه که نقش مهم و ارزنده را در قسمت مستحکم نگه داشتن زندگی یک زوج داشته باشه؟ بدون شک تجربه بنیاد زندگی هر فرد تشکیل میده. این تجارب است که برای ما میاموزه که مسیر زندگی چگونه است و چگونه با مشکلاتی که در صد راه ما قرار میگیره مبارزه بکنیم. زمانی که یک فرد از دیدگاه جنسی بلوغ میشن، ولی بعض اوقات امکان این میرود که از دیدگاه عقلانی بلوغ نشه، یعنی به بلوغ عقلانی نرسد، در این جهت که تصمیم گیری های درست کرده نمیتونه. مشوره کردن با افراد یا اطرافیان خود، خصوصا بزرگان خانواده و شریک ساختن تجارب بزرگان خانواده با فردی که مشوره میدهند، بدون شک میتونه که مسیر خوبتر و صحتمند زندگی را برای فرد تعیین بکنند. زمانی که یک فرد میآید با شخص دیگر تجارب میکنه، بدون شک زمان مشوره صورت میگیره که فرد نتونه تصمیم گیری بکنه و این مجموعه از مشوره های نیک بر اساس تجربه های گذشتگان افراد است که اونا تجربه کردن، قیمت پرداخت کردن بابت این تجربه و اونها مدت عمر خود را ضایع ساختن تا این تجربه کسب بکنن، میان با فرد مقابل شریک میسازن. زمانی که افراد تجارب خود با دیگران شریک ساختن، اون پروسه در اصل مشوره دهی است و در نتیجه فرد میتونه در اوج احساسات تصمیم گیری های سالم داشته باشند. زمانی که افراد تصمیم گیری میکنند، بدون شک چندین راه مختلف در صدر راه اینها قرار میگیرند. انتخاب کردن راه سالم از دیدگاه روانشناسی تصمیم گیری است. زمانی که فرد در احساسات کامل قرار داشته باشند، نظر به خواهشات اما آنی خود که دارند تصمیم گیری میکنند که بعدا میتونه که تصمیم گیری ها منجر به مخربات ابعاد مختلف زندگی هم تمام شود. بله دقیقاً. جناب استاد، آشنایی از همدیگر در امر ازدواج چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در یک زندگی موفق؟ ببینین، شریعت مقدس اسلام یک دین وسیع و کامل است. وقتی که ما قرآن عظیم الشان و احادیث مختلف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا گفته های بزرگان اسلام مطالعه بکنیم، تمام آنها خواستار تجربه کردن زندگی سالم بر افراد می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین ازدواج ازدواج را میگه که دو شخص با رضایت همدیگر ازدواج کنند. زمانی که با همدیگر اگر علاقه نمی داشته باشند، بر رضایت همدیگر ازدواج نکنند، بدون شک زندگی اینا با فرجام را تجربه میکنند. ولی زمانی که شریعت اسلام به صورت واضح میایه میگه که شناخت کامل از جانب مقابل داشته باشین، هدف از شناخت کامل این است که شما نکات را که به صورت واضح با همدیگر مشترک هستند تفاهم دارین و نکاتی که اصلا شما با همدیگر تفاهم ندارین باید بشناسین و به علایق و آن چیزی که فرد مقابل نیاز خود میدونه احترام گذاشته باشین. پس این شناخت کامل است که زندگی خوبتر تجربه میکنه. وقتی که فرد شناخت کامل از جانب مقابل خود نداشته باشه، تا زمانی که شناخت کامل از جانب مقابل پیدا میکنن، مدت زمان زیاد زندگی سپری میشه که این سپری شدن زندگی در اصل قیمت پرداختن به آن تجربه است که ما از قبل نداشتیم. بله. پس اینجا وقتی که شریعت اسلامیه اجازه میده که فرد مقابلت بشناس، منظورش این است که شما باید تمام علایق، خواسته ها و آنچه که تفاوت ها میان شما و فرد مقابلتان هستن اونا قبلا آگاهی داشته باشین. زمانی که بتونین با این تفاهم ها کنار بیاین، با این موضوعات که علایق شماست و آنچه که خلاف علایق شماست کنار بیاین، بعد از اون میگه ازدواج بکنین. ولی متاسفانه در افغانستان چنین نیست. ما میبینیم امروز اصلا والدین، خصوصا پدر و مادر، دختر خبر نداره، دختر خانم و یا پسر خبر ندارن، تماس میگیرن برایشون که بیان ما شما را نامزاد ساختیم. خب با کی نامزاد ساختیم؟ با فرد مقابله که اصلا از همدیگر رضایت ندارن،
پس اینجا وقتی که فرد در ازدواج از هم دیگر رضایت نداشته باشن، احکام اسلام ما نقض کردیم. آنچه را که فرامین را که خداوند جل جلاله با وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما روان کرده بود تا زندگی خوبتر را تجربه بکنیم، تمام اونها را ما نقض میکنیم، در نتیجه زندگی ناکام را ما متاسفانه تجربه میکنیم. بله جناب استاد، بعضی از رسم رواج های ناپسند یا همچنان میتونیم بگیم که مصارف گزاف عروسی و اینکه انتخاب نکردن دقیق مثلا داماد یا عروس یا حتی خودشان به گفته شما بیخبر هستن و چله پوشانده میشن، نامزادیشان صورت میگیره، اینا یک دوره سپری میکنن و یکی از هم راضی باشن یا نباشن، باز هم تاکید خانواده برای است که اینا ازدواج بکنن. و بعض از عرفای دیگه هستن که به می تویانه و گله و بس چیزها را خیلی زیاد میگیرن. اینا چه پیامدهایی میتونه روی زندگی این زوج داشته باشه؟ بدون شک متاسفانه فرهنگ ضعیف حاکم افغانستان بعض اوقات افراد وادار به عمل میسازه که خلاف شریعت اسلام است. در هیچ جای قرآن عظیم و شان و در هیچ احادیث نیامده است که زمانی که شما نکاح میکنید به بهانه شیربه ها یا قلین یا گله یا تویانه از فرد مقابل خود پول بگیرین و این پول کاملا حرام است. به صورت واضح میگم کاملا حرام است. ما متاسفانه بنابر فرهنگ ضعیفی که در افغانستان داریم جانب مقابل از همدیگر درک نمی داشته باشن. پول داری نداری به فلانا رایشگاه باید در روز محفل عروسیم برم، پول داری نداری فلانا هتل باید مراسم عروسیم برگزار شود، فلانا مینو انتخاب شود، به اینی تعداد اشخاص بیارن بیایند به محفل ما اشتراک کنند، در حالی که فکر نمی کنند جانب مقابل این همه پول با این همه عاید کم خود از کجا بکنند. در نتیجه نوع اعتمادی ها نسبت به خانواده نسبت به همدیگر در بینشان ایجاد میشه و نوع اعتمادی بین زوجین ایجاد میشه و این اعتمادی ها هستند که احترام میان زوجین از بین میبرند. اعتماد میان زوجین به صورت کامل ضعیف میسازند. زمانی که یک فرد مثلا عایده که تمام سالشان بسنجی عایدش 50,000 افغانی نیست، این آدم میخواد دو سال بعد ازدواج کنه 100,000 افغانی رو به دست میاره، خب ایره به تویانه مصرف کنه، ایره طلا بگیره، ایره مثلا به آرایشگاه مصرف بکنه، ایره به بخواد به هتل مجلل مصرف بکنه. پس اینجا هست که درک متقابل از ابتدای زندگی صورت نمیگیره. زمانی که درک متقابل صورت نگیره چگونه میتونه روال عادی زندگی به صورت خوبتر پیش برود؟ ما اکثرا میبینیم که اکثرا نزاهایی که در انگام نکاح در افغانستان، چون چندین نزاها را من خودم شخصا شاهد بودیم که حتی منجر به در ابتدای ازدواج منجر به پایان کار شده است. ما میبینیم زمانی که فرد مقابل وکیل برای خود تعیین میکنه، وکیل نفس خود میگه فلانه شخص از اونها میاییم، میبینن که ازدواج اصلا به یک آلت درک میکنن که اینمیجا هر قدر قدرت یا هر قدر پاور داریم ما باید به جانب مقابل نشان بدیم. ببین مهریه در اصل در شریعت اسلام حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، میگه عروسی یا ازدواج معتبر است و ارزش داره که مهریه کم داشته باشه. ولی ما امروز میبینیم که عاید پسر 1 افغانی یا 10 افغانی، نهایت 100 افغانی در روز است، ولی مهریش به لک ها دلار است، در حالی که این مهریه در از دیدگاه شریعت اسلام به صورت قرض است، به صورت دین است که باید شوهر در زندگی خود ادا بکنه. اون هم به صورت ما امروز متاسفانه بنابر فرهنگ اشتباه و همچنان تعبیر اشتباهی که از احادیث و قرآن عظیم و شان داریم میگیم که برو خیر باشه بخشش میکنه. آن هم شریعت اسلام به صورت واضح میگه زمان بخشش صورت گرفته میشه که مال در عین حال حاضر باشه، مال به صورت واضح به جانب مقابل پرداخت شوه و یا مبلغ که مد نظر گرفته شده باشه او دریافت کنه و بعد از او برای تو بخشش بکنه. ولی ما متاسفانه میبینیم با کلمات مختلف بنابر ضعف علم و دانش بیا بخشش میکنه، ما بخشش کردیم چونین کردیم، چونین موضوعی در شریعت اسلام اصلا وجود نداره و این فرهنگ منفی و فرهنگ ضعیفی که در افغانستان حاکم است تاثیرات مستقیم بالای ساختار زندگی افراد به صورت منفی می داشته باشه. از تویانه شروع تا زمانی که عروسی صورت میگیره تمام اینها قیمت هستند که بنابر خواسته های جانبین صورت میگیره، در اصل خواسته های جانبین چنین نیست و زمانی که محفل مجلل هم برگزار میشه تعداد زیاد از افرادم که میآید من میخوام واقعیت های جامعه را بس بکنم در اون محفل اشتراک میکنه، اگر محفل مجلل باشه مینوی غذایی خوبتر داشته باشن، تمام اکثریت کسایی که در اونجا اشتراک کردن میگن فلان آدم پول از کجا کرد،
چه خوب چونین کلمات زشت را در مقابل از او در خیاب از او و در مقابل از او خطاب میکنه که اصلا قابل تعجب است. پس اینجا است که ما درک میکنیم که فرهنگ ضعیف باعث از این شده است که ما در هیچ مرحله زندگی خود قانع نباشیم و این عدم قانع ساختن همدیگر باعث از این میشود که یک جوان تا مدت چندین سال زیر بار کهلبار قرض قرار بگیرن و تا زمانی که چشم بسته میکنن تمام سن جوانی خود و او مقطع زندگی را که باید با لذت در کنار همدیگر سپری بکنن اینها در کار و فعالیت جهت ادا کردن قرض انجام میتن که میتونه زندگی نابفرجام و زندگی ناموفق را برای افراد مساعد بسازن. بله بله دقیقاً. واقعا بسیار تشکر استاد گرامی. در اخیر روی راهکارها مگر صحبت بکنیم، چه راهکارهایی را شما پیشنهاد میکنید به خاطر از اینکه بتونه پدر مادر هم یک مشاور خوب برای فرزندانش باشه و انتخاب دقیق داشته باشه و یک زوجی که یک جامعه شه اینا هم بتونن که یک زندگی خوبی را عاری از خشونت و جنگ و دعوا و بد اخلاقی اینا داشته باشه. ببینید جناب حسینی صاحب، شریعت اسلام مسیر زندگی انسان را به صورت واضحی ساخته. چون زمانی که دین مقدس اسلام تکمیل شد، قرآن عظیم شان تکمیل شد، پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که آیات مختلف آمد در مورد ازدواج امر کرده بود. به صورت واضح همه برنامه زندگی انسان مشخص است. اگر پدر و مادر خوب میخواین واقعا مشاور خوب در زندگی افراد باشن، بیاین آن چیزی که شریعت اسلام گفته تطبیق بکنن. زمانی که ما میایین به شریعت اسلام مراجعه میکنیم، راهکارها به صورت واضح است. هیچ پدر و مادر نظر به دین مقدس اسلام و نظر به فرهنگ و علای انسانیت حق ندارند که بدون مشورت با جانب مقابل فرد وادار به ازدواج بسازند. پس پدر و مادر وظیفه اولی شمی است که با فرد مقابل بشینند صحبت بکنند. اگر فرد مقابل قبول ندارند، کوشش بکنند بنابر تجاربی که خود فرد دارند، نیازهای فرد مقابل مد نظر گرفته فرد مقابل قانع بسازند. نه در صورتی که پرخاشگری صورت بگیره، نه به صورتی که جنگ و دعوا صورت بگیره، نوع بی‌اعتمادی میان فرزند و پدر و مادر ایجاد شود. زمانی که نوع بی‌اعتمادی ایجاد میشه، هیچ وقت فرزند تلاش به این نمی‌ورزه که بره با پدر و مادر خود صحبت بکنه. زمانی که پدر و مادر بهترین مشاور خوب در زندگی یک جوان نباشه، آیا فرد دیگر میتونه به نیست یک مشاور خوب در زندگی جوان عمل بکنه؟ نخیر، بدون شک نمیتونه، چون این پدر و مادر است که تمام خواست‌ها و علایق نیازهای کودک میدونه و درک کرده، چون عاداتش آشنایی کامل داره. زمانی که با عادات آشنایی کامل داره، پس مشاور خوب شده میتونن. ببینین راهکارها از دیدگاه روانشناسی به صورت واضح آمده است. زمانی که اگر فرد میخواد ازدواج بکنه، تصمیم به ازدواج داره، بگذارن که اجازه بدن که فرد آشنایی کامل از هم دیگر داشته باشن. زمانی که اگر آشنایی کامل نداشته باشن، پیش از اینکه اینها ازدواج کنند، بهتر است که این عقد به صورت واضح همون لحظه ابتدا از بین ببرن و به صورت واضح این دو نفر جدا شوند. زمانی که اگر این دو نفر ادامه بده به زندگی که اصلا رضایت جانبین در او وجود نداره، بدون شک زندگی نابفرجام را میتونه تجربه بکنه. و افراد بزرگسال خانواده وظیفه‌شون همین است، زمانی که اگر پدر و مادر بنابر خواسته های خود فرد مقابل وادار به ازدواج میکنن، بشینن با اونها بحث منطقی داشته باشن. مثلا یک دختر خانم به من تماس گرفته بود، گفت استاد من در چنین حالت قرار گرفتم که اصلا مدت 3 سال الا 3.5 سال میشه تقریبا، دقیق یادم نیست، من نامزاد شدم ولی حاضر نیستم ازدواج بکنم. خب گفتم چرا نامزاد شدی؟ گفت من نمیدانم، تصمیم گیری شخص واحد خانه پدر کلانم بود. زمانی که با پدر خود موضوع را مد جریان گذاشتم، پدرم میگه خب خواست خانواده است، ما بدنام میشیم، در میان قم زبان زده میشیم، دختر فلان شد، چنان شد، چنین شد. خب من گفتم چگونه میتونی زمانی که خودت ازدواج را پیش بگیری که اصلا رضایتتون نیست؟ آیا شخص مقابل شناخت کامل داری؟ آیا علاقه مندی داری؟ مبنای ازدواج علاقه تشکیل میده و این علاقه است که ایجاد اعتماد میکنه. زمانی که علاقه ای که میان زوجین وجود نداشته باشه، پس چگونه مورد اعتماد قرار میگیره؟ ما چرا امروز میبینیم در افغانستان متاسفانه زندگی چند همسری است؟ ما چرا امروز میبینیم در افغانستان آمار طلاق و جدایی بیشتر است؟ دلیل اساسیش زمانی که ما بیایم آسیب شناسی بکنیم، تنها به این برمیگرده که ما رکن اساسی نکار مد نظر نگرفتیم که حجاب و قبول از طرف جانبین است و رضایت جانبین میباشه.
بالاخره به جانبین خانواده بنابر فرهنگ زشت و عدم سواد اینها، عدم دانش اینها مجبور میسازند که خواسته های خود اینها را مد نظر بگیرن، نه خواسته ها و علایق خود. پس وظیفه پدر و مادر امین است که آنچه شریعت اسلام گفته به تطبیق بکنند، نه آنچه که خواسته های خودشان است، نه آنچه که علاقه مندی جانب مقابل است. شریعت اسلام بر هر انسان حق زندگی را داده، زمانی که تصمیم گیری و حق زندگی به فرد داده نشه، پس دریج است که هم شریعت اسلام زیر از این میره که ما نقص کنیم، نقص کردیم و نقص میکنیم و همچنان خواسته های جانب مقابل است که ما همیشه نقص میکنیم و به نحو تصمیم گیری را بر واحد خانواده یا شخص واحد خانواده میگذاریم. پس اینجا است که زندگی اینو با فرجام را ما تجربه میکنیم. بله، خیلی سپاس جناب استاد از اینکه تشریف آوردین، صحبت های خیلی خوبی رو داشتین. تشکر از شما هم جناب. سلامت باشید.